پس از توافق 10 مارس 2023، 19 اسفند 1401 در پکن و تماس تلفنی وزارت خارجه ایران و عربستان، خبر دعوت از ابراهیم رئیسی برای سفر به عربستان مراحل بهبود مناسبات دو کشور را وارد مرحله جدیدی کرده است. از سوی دیگر، بازسازی حرم بقی خاصه جوامع شیعی در سرتاسر دنیا، به ویژه مقلدین حضرت آیت الله العظما شیرازی در هند و افغانستان و سایر بلاد است که انتظار می رود در گفتگوی طرفین به آن پرداخته شود. سعید بهاری گزارش می دهد. تا صحبت از احیای روابط ایران و عربستان می شود، اذهان عمومی در جوامع شیعی فارغ از مناسبات سیاسی بار دیگر مهمترین خواسته خود را مرور می کنند. از آن سخن می گویند و برایش هشتگ و دل نوشته ترند می کنند. بازسازی حرم ائمه مدفون در بقی. پس از آنکه با میانجیگری جمهوری خلق چین یخ روابط میان ایران و عربستان پس از 7 سال کم کم رو به آب شدن رفت و پس از تماس تلفنی وزرای خارجه دو کشور، حالا خبر دعوت ملک سلمان پادشاه عربستان از ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران برای سفر به عربستان سعودی این روند بهبود مناسبات دیپلماتیک را وارد مرحله جدیدی کرده است. در دی ماه 1394 پس از اعدام شیخ نمر باقر النمر، روحانی شیعه مخالف نظام سعودی، جمعی از طرفداران نظام ولایت فقیه در تهران و مشهد به سفارت عربستان حمله کرده و آن را به آتش کشیدند. بلافاصله پس از این حمله روابط دیپلماتیک دو کشور قطع و سفارتخانه ها بسته و سفرای ایران و عربستان به کشورهای مطبوع خود فراخوانده شدند. در طول 2 سال اخیر به میانجیگری مقامات عراقی گفتگوهایی برای رفع سوء تفاهمات میان ایران و عربستان در بغداد انجام شد که نهایتاً نتایج آن در توافق پکن رونمایی گردید. جنگ نیابتی ایران و عربستان در یمن و حملات موشکی و پهبادی حوثی‌های مورد حمایت نظام ایران به آرامکو و امارات تنش میان دو کشور را به اوج خود رساند. به علاوه آنکه اظهارات مقامات دو کشور این بحران را در طول این 7 سال تشدید می‌نمود. هرچند جزئیات توافق پکن و وعده بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور رسماً اعلام نشده، اما پرونده‌های متعددی از مناقشات ریز و درشتی میان دو کشور حل نشده باقی مانده است و در آینده باید منتظر ماند و دید چگونه این مناقشات در مجرای دیپلماسی به ایستگاه پایانی خواهد رسید. در میان مناقشات و اختلافات دو کشور بیشک مطالبه برحق بازسازی بقیع و احیای امکان زیارت قبور متبرک امامان مدفون در آنجا نمیتواند از گزینه‌های مذاکرات رئیس جمهور و مقامات ایران با مقامات سعودی کنار گذاشته شود. به ویژه آنکه علما و مراجع شیعه در قم و نجف، خصوصا مرجع عالی قدر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی نیز کراراً آن را مورد تأکید قرار دادند. جوامع شیعی در سراسر دنیا همواره پیگیر بازسازی بقیع بوده و هستند و فعالان شیعه انتظار دارند این آرزوی دیرینه‌شان در صدر گفتگوها قرار گیرد. سعید بهاری، اخبار شیعه. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن برلین با ما همراه هستند. سلام، وقت شما بخیر. منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان. درخواست مذاکره برای بازسازی بقیع تا چه میزانی دستیافتنی است و آیا پیش بینی می‌کنید برای این موضوع مذاکره شود؟ این توافقی که بین ایران و عربستان انجام شده در واقع در ابتدا بیشتر موضوعاتش سیاسی بوده و به خصوص هدف اولیه جمهوری اسلامی برداشتن فشار از روی خودش حداقل در منطقه بوده. از این جهت میشه گفت که برای جمهوری اسلامی فعلا موضوعات مذهبی در اولویت نیستن و فعلا موضوعات منطقه و درگیری‌های سیاسی و در وهله بعدی هم فعالیت‌های اقتصادی در اولویت هستند تا بتونه یک مقدار وضعیت خودش را سامان بده. اما اگر روابط به سمت بهبودی بره و مثلا
اون وضعیتی بشه که در دولت آقای هاشمی رفسنجانی بود، ممکنه که موضوعات مذهبی هم وارد بشه، همونطور که در دولت آقای هاشمی رفسنجانی و بعد از اون در ابتدای دولت آقای خاتمی درباره این موضوعات مذهبی و موضوع بقی هم مذاکراتی انجام شده بود و دولت عربستان یک سری نرمش‌هایی را انجام داده بود. الان هم اگر به هر حال روابط پیش بره و به سمت بهبودی بره، ممکنه که این وضعیت پیش بیاد، ولی هنوز اولویت مقامات جمهوری اسلامی موضوعات مذهبی نیست. برای بازسازی بقی چه راهکارهای عملی رو پیشنهاد میدید؟ قاعدتا این موضوع باید به یک اجماعی هم در بین روحانیون شیعه تبدیل بشه و به خصوص روحانیونی که بر روی حکومت میتونن اعمال نظر بکنن و بعد از طریقی در روابط دو کشور انعکاس بکنه. از این جهت اگر اون اجماع رخ بده، ممکنه که این موضوع قابل دستیابی باشه و بشه به صورت جدی پیگیری بشه. ممنونم از شما احسان مهرابی از برلین با ما همراه بودند.